چالش های ما بر دو نوع بود امسال، چالش فعالیت های فیزیکی و تامین کردن و تدارکات فیزیکی از قبیل گرفتن جا، تهیه برنامه ها، خدمتون عرض کنم صحبت کردن با سخنرانان، اینا خب یه چیزایی هستش که برنامه رو درست میکنه. و نکته دیگه که فکر انجمن رو به خودش مشغول میکرد که بعد از 3 سال وفق در برگزاری این همایش، آیا شرکت کنندگان به تعداد قبل خواهند بود یا نخواهند بود. همونطور که میدونین، شاید بدونید، در سالهای آخر کنفرانس ما تا حتی 700-800 تا شرکت کننده هم میداشتیم، ولی بعد از این جریان پندمیک و ویروس هنوز خیلی ها یه خورده نگران سفر هستند و فکر مشغولی داره براشون و ترجیح میدن که هنوز سفر نکنن. و خب این هم یک مقدار فکر انجمن رو به خودش مشغول کرده بود که آیا این تصمیم درست خواهد بود یا نه. ولی واقعا بسیار انجمن خوشبخت هستند و خوشحال هستند از اینکه این تصمیم رو گرفتن و این کار رو دوباره انجام دادن و دوباره پایه‌گذاری شد انشالله برای سالهای آینده، چون استقبال واقعا میشه گفت قابل توجه بود و همه واقعا حتی جو شادی و اینکه دوباره در کنار هم هستن خیلی جو میشه گفت به همه انتقال داده میشد این مسئله. و یکی دیگه از چالش های انجمن این بودش که سوالات دیگری در ظرف این 3 سال در بین همه ما به وجود اومده، مثل همین آیا واقعا دنیا داره به هم نزدیکتر میشه، آیا همبستگی و وابستگی الان برای ما کاملا ثابت شده هست، و آیا اصلا این بحث همبستگی و وابستگی دنیا و متحد شدن و ادب و هنر با هم هیچ رابطه و نزدیکی دارن، و بعد وصل کردن و ربط دادن این دو موضوع با هم اول برای انجمن چالش بود، ولی وقتی که کار شروع شد و با مشورت با عزیزان و سخنوران که حضور داشتن در این کنفرانس، یواش یواش این چالش واقعا بی فایده و بی مفهوم شد، برای اینکه واقعا رابطه مستقیم بین انسان بودن و هنر و ادب معلوم شد. و ظرف 3 روز اخیر تمام عزیزانی که در برنامه سخنرانی کردند یا در نشست‌های ما اظهار نظر کردند واقعا این رابطه رو بسیار نزدیک و غیر قابل تفکیک دیدند، و خوشبختیم که دوباره بعد از 3 سال تونستیم در خدمت دوستان باشیم. انشالله ببینیم برای سالهای دیگه چه پیش میاد. در قسمت 12 موافقتنامه سازمان ملل برای قوانین دریایی، به خصوص ماده 192 آن، تعهد اکیدی برای حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی شده. ایران طبیعتاً یک شبه تحقق پیدا نمی کنه و از یک مسیر صرفاً سیاسی هم عبور نمی کنه.
ابعاد و جوانب مختلفی داره این تغییر و تحولات، باید به حقوق پیونده تا حقوق و مسئولیت‌ها و تکالیف در چنین جامعه‌ای بتونه به خوبی تبلور بکنه. اصلاحات ساختاری به تدریج درست میشه. درسته به نظر من فرد وقتی از خود رو میپرسیم از چه باید؟ من موافقم با این پرانجام اصلاح از اصلاح دوروبر خود در خانواده خود برای خود و اصلاحات چی؟ ما ایرانیان آزادی خواه الان در مرحله قبل از به اصطلاح اون قرارداد اجتماعی و قرارداد دموکراتیک هستیم. در نتیجه باید اول اصول اخلاقی رو روشن کنیم و به اون پایبند باشیم و من مشاهده می کنم که ما این اصول اخلاقی رو هنوز به اون طوری که باید در گروه‌های اپوزیسیون خصوصا در بین فعالان سیاسی ما هنوز این رو نداریم. ما هنوز وقتی که یک گروهی یا یک فردی به یک جناح مشخصی تعلق داره یا عقاید خودش رو داره، ما خودمون رو فکر میکنیم باید فوری بهش حمله کنیم، بهش نقدش بکنیم و اون رو محکوم بکنیم و بگیم اون عقیده‌ای که ما داریم درسته. در صورتی که در ساختار دموکراسی تمام عقاید میتونن به صورت احزاب فرم بگیرن، شکل بگیرن، ما جناهای راست داریم، جناه چپ داریم، گروه سبزها رو داریم، همه اینها جایگاه خودشون رو در دموکراسی دارن و ما لزومی نداره که یک گروهی رو به اصطلاح پایین بکشیم برای اینکه خودمون رو اعتلا بدیم. از این نظر هست که مهمه که ما این اخلاق مدنی رو دربارش صحبت کنیم، ببینیم که ما برای اینکه بتونیم یک جامعه دموکراتیک رو بسازیم چه اصولی رو باید رعایت کنیم، وگرنه تا چندین سال پیش سازمان ملل متحد 18 کشور رو کمک کرده بود بهشون که دموکراسی رو برقرار کنن، تأسیس کنن، ولی 13 تا از اون کشورها از بین رفتن. چرا؟ برای اینکه اخلاق مدنیشون، اخلاق دموکراتیکشون پذیرای اون نبوده. و یا ما وقتی که به تفسیرها درباره افغانستان گوش میدیم میبینیم که قرار بوده اونجا دموکراسی برقرار بشه ولی مردمش آمادگی نداشتن. از این رو خیلی مهم هست که ما خصوصا در مرحله‌ای که ما داریم از یک جامعه‌ای که تحت سلطه دین بوده و قوانین اون، اخلاق اون، همه از اون دین منشأ می‌گرفته و اون دین حاکم بوده بر اون اجتماع و ما می‌خوایم حالا به یک جامعه آزاد برسیم، در نتیجه ما نباید، آلمانی‌ها یک مثالی دارن، میگن که بچه رو نباید با آب اون وانی که شستیش بریزی دور، یعنی اینکه ما نباید اخلاقیات رو فدای این بکنیم که ما دین رو قبول نداریم. درسته ممکنه خیلی ها دیگه اعتقادی نه به دین داشته باشن نه به خدا، ولی اونها هم انسان هن، آنها هم شهروندن و ما باید به یک نحوی بتونیم با هم کنار بیایم که بتونیم یک جامعه صلح پرور رو بسازیم که بتونیم در کنار هم به راحتی زندگی کنیم. در نتیجه ما باید یک اصولی رو بهش باور داشته باشیم که این اصول ماورای هر دین و هر باوری است و من سعی کردم در این کتاب اون اصول کلی که ما احتیاج داریم، آزادی چی هست، مقصود از برابری چی هست و گفتمان اجتماعی چگونه باید صورت بگیره، مسئله تعصب جنسی مثلا نسبت تعصبات نسبت به زنها، اینا همه باید از بین بره تا ما بتونیم یک جامعه دموکراتیک رو بسازیم. و من سعی کردم در این کتاب اخلاق مدنی این اصول رو به زبان ساده خیلی مختصر، چون الان مردم خیلی حوصله مطالعه مطالب طولانی ندارن،
به طور مختصر این مطالب رو در این کتاب اخلاق مدنی عنوان کنم. وضعیت بهائیان ایران در ابتدای انقلاب، سالهای اول انقلاب که بسیار بد بود و همونطوری که در این کنفرانس شما هم شنیدید سخنرانها رو، در موقعیتی قرار داشتند که اصلا مفقود الاثر می شدند. همین الان هم گاهی وقتها ما ناپدید شده یه قهری داریم از بهائیا که هیچ یک از نیروهای و مراجع انتظامی و پلیسی کشور قبول نمی کنند که اونها رو در اختیار گرفتن. اما بعد از دهه اول انقلاب کمی وضعیت به نظر می رسید بهتر شد از نظر کشتار اونها، به صورتهای دیگری آزار و اذیت بهائی‌ها رو شروع کردن، به نحوی که نتونن جوانهاشون در دانشگاه‌های کشور تحصیل بکنن و حقوق شهروندی هم در بسیاری موارد اساساً براشون قائل نبوده و نیستن. به اندازه این وضعیت بحرانی شد که یکی از گزارشگران ویژه حقوق بشر که به ایران آمد در سالهای گذشته، خیلی باعث شد که گزارش های اون باعث شد که فشارهای بین المللی زیاد بشه، تا جایی که در اون زمان یکی از فقیهانی که از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بود، آقای منتظری، یک فتوایی صادر کرد و یک نظریه رو اعلام کرد که خیلی مهم بود و اولین بار بود که یک فقیه شیعه درباره بهائیان این نظر رو میده. او گفت که بهائیان در ایران حق آب و گل دارن. منظورش این بود که به زبان ساده گفت، ولی حق آب و گل همون حق حقوق شهروندیه. یعنی در یک کشوری شما به دنیا میای، در اون کشور زندگی میکنی، در اون کشور کار میکنی، شناسنامه اون کشور داری، بنابراین شما حق آب و گل داری در اون کشور، یعنی به هر حال بایستی که از این نظر برابر باشی. ایشون خیلی کلی گفت، ولی اهمیت حرفش این است که اولین فقیه شیعه بود که درباره بهائیان اینجور مثبت و برابر صحبت کرد. اما این حکومت و نیروهایی که این حکومت رو مدیریت میکنند هرگز پایبندی نداشتند به حقوق شهروندی بهائیان و همه جا مخل آزادی، حرفه و حتی آموزش اونها شدن و در حال حاضر هم بر اون بدرفتاری هایی که در گذشته داشتن به نظر میرسه که افزودن، چون هر بار حمله میکنن و املاک اینا رو میگیرن. خب زندان بردن و حبسشون که یه موضوع دائمیه، اخیراً دوباره چند تا از سران بهائیان و خانمهایی رو که قبلاً 10 سال تحمل زندان رو کرده بودن دوباره به زندان بردن و وضعیتی دارن بهائیا در ایران که کاملاً میشه فهمید که این حکومت میخواد چندان اونا رو در مشقت قرار بده که در نهایت اون جمعیتی هم که در ایران از بهائیان باقی مونده مهاجرت کنن یا فقط پیرانشون در کشور بمونن و جوانها از کشور برن و به طور کلی که ایران رو بگذارن برای این فقیهانی که فعلا حکومت ایران رو دارن اداره میکنن. یعنی اونا رو مخل آزادی خودشون میدونن و مخل منافع خودشون میدونن. یه چیزی فراتر از موضوع این که با عقیدشون و با باورهای دینیشون در تعارضن، حتی اونا رو گفتم مخل منافع مالی خودشون میدونن
و از ترس میخواهند که اینها حذف بشن از صحنه زندگی در ایران. صحبتی که من امروز در این کنفرانس کردم در صبح، البته تم این کنفرانس همون مفهوم آدم و آدمیت هستش، من این مفهوم آدم و آدمیت رو بر اساس برداشت‌های شخصی خودم از نامه‌های مادرم گرفتم و بیشتر نامه‌های مادرم خوندم، به خاطر اینکه از متن نامه‌هاشون واقعا بوی عشق و عرفان و انسانیت واقعا شنیده میشه، یعنی مفهومش رو و بیشتر نامه هاشون رو خوندم از در دو سال قبل از اینکه بکشنشون، از نامه‌هایی که برای ما بچه هاشون فرزندانشون نوشته بودن، از نامه‌هایی که راجع بچه ها نوشته بودن، چه شکلی بچه ها در زیر فشار جمهوری اسلامی ایران زندگی میکردن، بچه های 5 ساله 6 ساله و همینطور خانوم ها و آقایانه که آزار و اذیتشون کرده بودن به خاطر باوریتشون برای دیانت بهایی. و یعنی صحبت من فیلسوفانه نبود، آکادمیکم نبود، آنالیتیکم نبود، فقط بر مبنای برداشت شخص من از نامه های مادرم بود که به نظر من واقعا مامان من با نامه هاشون این مفهوم انسان و انسانیت رو به من اقلا منتقل کردن. بررسی تاریخی اگر بکنیم به روند سرکوب جمهوری اسلامی، همیشه اون جنبه ویران کردن و سرکوب بدن همراه بوده با نوعی پنهانکاری، مثلا با اینکه بهایی ها رو میکشتن، جسدشون رو به خانواده ها تحویل نمیدادن، یا مزارشون رو مشخص نمی کردن، یا گورستان بهاییان رو با خاک یکسان می کردن، یا شکستن سنگ قبر، یا بردنشون به مکانهای نامعلوم. یعنی به طرق مختلف شما یه پروسه رو می بینید که یک جنایتی صورت می گیره و بعد سعی می شه که حجابی بر اون جنایت گذاشته بشه، پنهان بشه، پوشیده بشه و هیچ آثار و نشانه‌ای از اون انسانیت زدایی و جنایت علیه بشریت باقی نمونه. توی چنین شرایطی وقتی با یک چنین تمامیت خواهی و این حجم، این لول از خشونت روبرو هستیم، به نظر من این ابتدایی ترین کاره که ما به صورت جدی مستندسازی بکنیم و تمام اون صداهایی که مدفون شده به وسیله استبداد و به وسیله دیکتاتوری جمهوری اسلامی، تمام اونها رو دوباره احیا کنیم از طریق بازگوییشون. و این یک نکته، به این دلیل این مستندسازی مهم هست، چهره دادن، یعنی جان بخشی به اون جانهای گرفته شده، اون انسانیت هایی که زدوده شده به وسیله یک سیستم سرکوبگر. به این وسیله با داکیومنت کردن اینها ما جامعه جهانی رو باید مجبور بکنیم که بازخواست بکنه و جمهوری اسلامی مجبور به پاسخگویی باشه. و شما نگاه بکنید، از زمانی که مسئله اینترنت وجود داره، هرچی بیشتر این جنایت ها گسترده تر منتشر شده، به نسبت اوائل انقلاب تقریبا کاهش پیدا کرده تا حدودی، یا حداقل شکل و رویش عوض شده. و من فکر میکنم ما در فشار آوردن به جامعه جهانی برای اینکه پاسخگو بکنه جمهوری اسلامی رو به خاطر جنایتهاش، کمکاری کردیم. ما در جنبش زنان یا در بسیاری از سازمانهای حقوق بشر، به نظرم اونقدر که شایسته بوده به مسئله زنان بهایی و جنایت علیه جامعه بهایی نپرداختیم، ولی در این سالهای اخیر خیلی بیشتر از گذشته داریم بهش میپردازیم که به نظرم روند مثبتی هست. در طی این 3 روزی که ما اینجا با همدیگه بودیم، بعد از سالها دوری از همدیگه به خاطر کووید، خیلی خوشحال شدم که در حدود 400-500 نفر از ایرانیان
مقیم انگلستان و دوربر دنیا با هم جمع شدیم در مورد مباحث مهمی که به موضوع اصلی این کنفرانس که معنای انسانیت چیست، صحبت‌های مختلف بود، پرزنتیشن‌های مختلف بود، برنامه‌های هنری مختلفی بود، حتی یک گالری بود از کارهای تصویری هنری. در حقیقت در طی یک سال گذشته که جامعه ایرانیان در ایران و دوربر دنیا یک حس اتحاد جدید رو با هم دیگه حس کردن، بسیار عالی بود که ما هم در اینجا با هم دیگه جمع بودیم و در حقیقت این سیر تکاملی رو که داریم طی می‌کنیم، چه به عنوان افراد جامعه چه به عنوان کلیت جامعه، با هم دیگه در موردش مقداری تفکر و تعامل داشته باشیم. صحبت‌هایی که شد، برنامه‌هایی که اجرا شد بسیار جالب بود. یکی دوتاش خب برای من شخصا خیلی جالب بود، چون خانم مونا محمودی که پدر و مادرشون آقای هوشنگ محمودی و خانم ژینوس محمودی که واقعا جز افراد برجسته و مهم تاریخ معاصر ایران هستن، در موردشون صحبتی شد که بتونیم بیشتر باشون آشنایی داشته باشیم، چون اینا افرادی هستن که در طی 14 دهه گذشته شاید سعی شده بیشتر از طرف مسئولان امور که اسمشون، وجودشون، کمک هایی که به جامعه ایران کردن از بین بره، و بر من خیلی عالی بود که بتونم بیام اینجا و در مورد ایشون یه مقدار بیشتر یاد بگیرم و باشون آشنا بشم. کسانی که صحبت میکردن از اقشار مختلف جامعه ایرانی بودن، کسانی که شرکت کنندگان بودن از اقشار مختلف بودن، و این وحدت در کسرتی که در حقیقت در طی این کنفرانس مشاهده شد، خب مخصوصا در این موقعیت از تاریخ جامعه ما برای من واقعا عالی بود. و چون من بیشتر در کار حقوق اجتماعی اقتصادی فعال هستم، خب برای ما خیلی مهمه که بتونیم ببینیم چطور تعریف این تغییراتی که در تعریف ما در رابطه با مفهوم انسانیت داره اتفاق میفته، چطور میتونه که دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی رو بیشتر بکنه. و همین دلیل من خیلی از کنفرانس لذت بردم و امیدوارم که در سالهای آینده هم بتونم در اینجا شرکت کنم.